ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. به نام خداوند مهربان و بخشنده، همراهان عزیز و همیشگی برنامه روی خط زندگی، سلام بر شما. خوش آمدین به برنامه امروزی. انشالله که سلامت، خوب و خوشحال و تندرست باشین و پر انرژی تا پایان برنامه رو همراهی بکنیم. ما هم با افتخار در کنار شما عزیزان هستیم و در خدمت شما، و امیدوار هستم با به پایان رسیدن ماه مبارک شعبان تمام یأس و ناامیدی ها به پایان رسیده باشه و در واقع ماه رمضان، در ماه رمضان منتظر لحظه ها و روزهای خیلی خوبی باشیم و انشالله که بتانیم استفاده بکنیم و برای شما عزیزان آرزوی بهترین ها را داریم. نگفتن همونه که ما در این سالهای اخیر خیلی شاهد هستیم که در شهر کابل ساخت و سازها خیلی زیاد است. یعنی ما با بلند منزلهای روبرو هستیم، در کنارش با بعضی خانه ها و در واقع ساختمان هایی که فرسوده و قدیمی هستند. اما گاهن این ساختمان بلند منزلها یا ساختمان هایی که ساخته شده غیر قانونی و غیر معیاری است. اما اینکه منظور از غیر قانونی و اینکه غیر معیاری چی میتونه باشه از جناب آقای افضل انشاءالله میشنویم. عرض سلام داریم خدمت شما آقای افضل، خیلی خوش آمدید. سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون زیبای تمدن. تشکر از شما که در برنامه زیبایتان ما را دعوت کردین. عصر شما بخیر. زنده و سلامتین. تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین. جناب آقای افضلی، خرسند هستیم از حضور شما در برنامه. موضوعی که امروز انتخاب کردیم بحث ساخت و سازهای غیرقانونی هست در شهر کابل. در ابتدا می‌خوایم منظور و مفهوم ساخت و سازهای غیرقانونی را از شما بشنویم. تشکر، سوال بسیار خوب هست. متاسفانه یکی از چالش‌های شهرداری کابل از گذشته ها تا الحال همین ساخت و ساز غیر قانونی است. ساخت و ساز غیر قانونی یا ساختمان‌های غیر قانونی به ساختمان‌هایی گفته می‌شوند که خلاف مجوز شهرداری کابل و یا بدون مجوز شهرداری کابل کار میکنند. خلاصه اگه بخوایم تعریف کنیم، یک تعریف کوتاه از ساخت و ساز غیر قانونی هم هست. یعنی هر ساخت و سازی که مجوز نداشته باشه غیر قانونی، و یا یکی خلاف مجوز شهرداری کار بکنه غیر قانونی میشه. یک واژه دیگه هست به نام غیر معیاری. یک مقایسه داشته باشیم میان ساخت و سازهای معیاری و غیر معیاری. کدام ویژگی ها یک ساختمان و یک ساخت و ساز معیاری میسازه و اگر اون ویژگی ها وجود نداشته باشه ما میتونیم بگیم که ساخت و ساز غیر معیاری هست. تشکر. خب اگر بخوایم تفکیک ساده بکنیم، ساخت و ساز غیر معیاری به ساخت و سازهایی میگن که از لحاظ کیفیت، متاسفانه کیفیت از اون ساختمان ها پایین باشه. و ساخت و سازهای غیر قانونی رو قبلا برای شما تعریف کردم که ساختمان هایی هستن که اجازه ساختمان نداشته باشن یا خلاف اجازه ساختمان شهرداری کابل کار بکنن. اون ساخت و سازهای غیر قانونی هستن. معیار ما وقتی که میگیم از لحاظ کیفیت سنجش و برآورد میشه و قانون که مختم میگم طبعا بحث اجازه ساختمان میاد، بحث تعداد طبقاتش میاد. یعنی بحث معیار، بحث مشخص، بحث کیفیت ساختمان است که از لحاظ انجینری، از لحاظ مهندسی، از لحاظ ایمنی و از لحاظ زیبایی مد نظر گرفته می شود که یک ساختمانی که ساخته میشه در صورتی که اجازه ساختمان داشته باشه باید از این چهار نگاه تکمیل باشه و تاییدی شهرداری کابل داشته باشه. یعنی گفت طرح و نمایی که طراحی شده و بحث موادی که در ساختمان استفاده میشه با کیفیت باشه. با کیفیت باشه. اینو چه افرادی در واقع اینا رو ارزیابی میکنن و در واقع تایید کیفیت بر اینها میتن؟ تایید کیفیت ما یک ریاست داریم در شهرداری کابل به نام ریاست طرح و تطبیق پلانهای شهری، که اینها وظیفهشان همی است که وقتی یک کسی میخواد ساختمان بسازد در سطح شهر کابل، بله، به اونا مراجعه میکنه و نقشه های خود یا یکی نقشه های دلخواه خود میخواد که برای شهرداری بده و یا یکی نقشه هایی که قبلا شهرداری آماده ساخته در 15 نو هستن از اونا خوش میکنه، یکی شکل به نظر مورد نظر خودش باشه. وقتی که انتخاب کرد یک تیم هست که به نام تیم ویزه یاد میشه، در این متخصصین شهرداری کابل هستن. از این چهار بخشی که من خدمت شما گفتم، این متخصصین نقشه ها را ارزیابی میکنه، بعد از اینکه ارزیابی کردن برایشان همی تاییدی را میده و زمانی که نقشه هایشون از اونجا ختم شد باز به ریاست کنترل ساختمانی میه و ما امو مراحل نهایی مجوز ساختمانی را طی مراحل میکنیم. بعد از این باز ما نظارت میکنیم از جریان ساخت و ساز ساختمان. جریان ساخت و ساز که میگیم منظورش این است از زمانی که شروع میشه الا زمانی که ختم میشه باید مطابق با معیار باشه و خلاف قانون کار نکنن، خلاف مجوز ساختمان خود کار نکنن و کیفیت عمل نظر بگیرن. بله.
آیا کدام آمار دقیق وجود داره که ما بدانیم چند درصد ساخت و سازها در شهر کابل غیر معیاری هست یا غیر قانونی؟ تشکر. در قسمت آمار گفته میتونیم که حدود 70% شهر کابل متاسفانه به صورت غیر پلانی یا غیر قانونی انکشاف کرده و یا ساخته شده و متباقی 30% شهر کابل مطابق به پلانهای تفصیلی که در شهرداری کابل موجود هست اینا ساخته شدن، ولی متاسفانه باز هم دمی 30% که مطابق پلانهای تفصیلی ساخته شدن یک اده ساختمان ها هستن که به صورت غیر قانونی، مثلا تعداد طبقات اینا در نظر نگرفتن یا ساحه سبز خود در نظر نگرفتن، اضافه ستانی کردن یا اضافه منزل ساختن. در یعنی منظور من است که در ساعات قانونی ما متاسفانه تخلفات ساختمانی داریم. خیلی آمار زیادی هست، یعنی ما متاسفانه بله بسیار زیاد هست. این دلایل گوناگون داشته، مهمترین دلیلش بعد از اینکه حکومت موقت تشکیل میشه در شهر افغانستان، از ولایات همجوار و ولایات دوردست یک نفوس قابل ملاحظه مهاجرت میکنن به کابل و در او زمان متاسفانه ظرفیت پایین بوده، به نسبت پایین بودن ظرفیت و نبود پلان های انکشافی باعث میشه که زمین های دولتی غصب شه و مردم به خاطر سرپناه خود استفاده بکنن، زمین های شخصی به صورت غیر قانونی متاسفانه مورد ساخت و ساز قرار بگیره، که مهمترین دلیلش همی دو بخش بود که یکی حجوم بیش از حد نفوس هست و دست در شهر کابل و دوم عدم موجودیت پلان های انکشافی و پلان های تفصیلی در ساحات غیر پلانی می باشه. بس اینکه شهرداری چقدر نظارت داره، چگونه نظارت میکنن، یعنی اون چیزی که شما اشاره میکنین 70% خیلی حجم زیادی هست که در واقع ما در شهر کابل شاهد هستیم که ساخت و سازهای غیر قانونی یا غیر معیاری وجود داره، در واقع خوش متر مشکل ساز بشه، روی مشکلاتش ان شاء الله صحبت میکنیم. اینکه شهرداری چگونه نظارت میکنه برای ساخت و سازها و چه باعث شده که در واقع از زیر نظارتشون خارج باشن که 70% شهر کابل ساخت و سازهای وجود داشته که غیر معیاری هست؟ تشکر. ما میخوام بحث دو قسمت بکنیم، یکی در گذشته و یکی فعلا. چون ما قبلا گفتم که در گذشته متاسفانه ظرفیت پایین بود و در عین زمان وقتی که مردم ساکن میشن در یک شهر مطابق به قانون اساسی داشتن سرپناه حقشان هست، در گذشته ظرفیت پایین بود، ما پلان تفصیلی نداشتیم و زمین ها را مافیا زورمندا به صورت غیر قانونی توزیع کردن به مردم و ساخت سازها ادامه پیدا کرد و ما هم توانایی از این نداشت متاسفانه شهرداری کابل که جلو از این ساخت سازها را بگیره و متاسفانه در یک وضعیتی قرار داریم که وضعیت مطلوب نیست. اما بحث دوم بحثی است که ما در وضعیت فعلی چی کار میکنیم. ما فعلا در هر ناحیه خود که 22 ناحیه در سطح شهر کابل هست یک مدیریت داریم به نام مدیریت کنترل ساختمانی و این مدیریت مختص وظیفش نظارت از ساخت و سازها که در سطح شهر صورت میگیره میباشن. اگر ساختمان متخلف میبینن یا ساختمانی که به صورت غیر قانونی اعمار میشه وظیفشان هست که انجینران برن و این مانع شن. در صورتی که از توان از اینا بالا میباشه یا افرادی میباشن که زورگو میباشن و یا کسایی که هستن مسلح می باشن، باز مطابق با یک پروتکلی که ما داریم همراه با قماندانی زون 101 آسمایی اینا مراجعه میکنن و یا مکتوب میتن به حوزه که از حوزه امنیتی کمک میخوان که به توسط پلیس مانع ساخت و سازها شن. خوشحالیم از همراهی شما مهربانان. در خصوص ساخت و سازهای غیر قانونی در شهر کابل صحبت میکردیم با جناب آقای افسری و یک قسمت بحث با هم پیش بردیم در خصوص اینکه چه ساخت و سازهای غیر قانونی میتونه باشه و برعکسش چه ساخت و سازهایی میتونه غیر معیاری باشه. اما اینکه ما در چند سال اخیر خیلی شاهد هستیم که بلند منزل ها در شهر کابل خیلی زیاد ساخته میشن، اما اینکه آنها واقعا غیر قانونی هستن یا غیر معیاری از جناب آقای افسری میشنیم. جناب آقای افسری گفتین که یکی از علت هایی که یعنی 70% ساخت و سازها در کابل غیر معیاری یا غیر قانونی هست به دو دلیل بوده، یکی عدم پلان انکشافی، یکی بحثی که خیلی نفوذ در کابل زیاد شده، یعنی از ولایت های مختلف آمدن. اما ما در این چند سال اخیر هم شاهد این موضوع هستیم که ساخت و سازها در کابل خیلی زیاد هست. ما بلند منزل هایی را شاهدش هستیم که هنوزم زیر ساخت هستن، بعضیا به اسمام رسیده. آیا این ساخت و سازها از نظر شما غیر معیاری یا غیر قانونی میتونه باشه؟ اگر هست علت امروزی چی میتونه باشه؟ تشکر. یک موضوع را میخوایم که واضح بسازم که
هر ساخت سازی به معنای از این است که غیر قانونی هست. ما در سطح شهر کابل مطابق ماستر پلان ساحاتی داریم که بلند منزل داره تعریف شده و حتی ما تا 30 منزل هم اجازه ساختمان دادیم در بعضی ساحات. این شهروندان شهر کابل به این نظر نباشند که هر ساختمان یک ساخته میشه در سطح شهر کابل غیر قانونی است یا غیر معیاری است. ساحات مختلف و ساحات تجارتی داریم، ساحات رایشی داریم، ساحاتی داریم که بلند منزل هستن مطابق ماستر پلان برای افراد به اساس پروسه قانونی توزیع میشه و اونا کار خود میکنن. دلیلی که امروزه این ساخت و سازها ادامه پیدا کرده و ادامه داره یک بحث نوی که در اینجا داخل شده که متاسفانه نفوس سطح شهر کابل همه روزه در حال افزایش است. بله. یک دلیلش این است. دلیل دومش این است که فامیل ها در حالت به اصطلاح تقسیم شدن هستن یا انقسام هستن. یک کسی شما تصور بکنیم که 10 سال قبل یا 5 سال قبل یک فامیل بود، امروز فرزنداش بزرگ شده و اونا ازدواج کردن. وقتی که ازدواج میکنن طبیعی است که میخواین که خانه جدا داشته باشن یا خانه مستقل داشته باشن. بنان وقتی که پدر یک نمره زمینی دارد که 3 بسواز در یک فامیل زندگی میکنه، طبیعی است وقتی فرزندش ازدواج کرد باید بره یک آپارتمان کرایه بگیره. این تقاضا بود موجود هست در بازار و همین تقاضاها باعث شده است که در بعضی ساحات در شهر کابل ساختمان های غیر قانونی در سایه گرایشی از 4 منزل ما جوری ساختمان میتیم مثلا 7-8 منزل ساخته شود. این همی دو عامل عمده که امروز ما متاسفانه بهش دوچار هستیم که زمین توزیع نداره شهرداری کابل و ساخت و سازها متاسفانه کم هست، ساخت و سازهای قانونی که برای مردم آپارتمان بتیم و مسکن برشان بسازیم. این دو دلیل باعث شده که امروز هم ساخت و سازها ادامه پیدا بکنه ولی به میزانی که 10 سال قبل 12 سال قبل بود به اون سطح نیست. ما امروز غصب زمین نداریم، ساخت و ساز غیر قانونی یا ساخت و سازهایی که در ساعات غیر پلانی باشه و یا اینکه زمینای دولت غصب شه و امروز خوشبختانه نداریم و ما تونستیم که جلو وزیره بگیریم، ولی در مقیاس کوچک همین دو دلیلی که بر شما گفتم باعث شده که هنوز هم یه ادامه داشته باشه بعضی جا. در خصوص ساخت و سازهای غیر قانونی که در زمان گذشته بودم این اونها به حال خودشان واگذار شده یا نه، یا طرح و برنامه ای روی اونها در نظر گرفته شده؟ بسیار سوال خوب کردیم، توقع داشتیم کمی سوال شو از ما. خب طبیعی است ما در یک عمل انجام شده قرار گرفتیم. مثلا با یک شهری مواجه هستیم که طراحی شده با 1 میلیون برای 1 میلیون نفوس، عملا در این زندگی میکنه 6 میلیون نفوس و طوری قبلا گفتم 70% از این هم غیر پلانی است یا غیر قانونی است. این امکان وجود نداره که ما همه شهر کابل و ایران بکنیم و دوباره بسازیم. نه از نظر اقتصادی توانایی دولت داره و نه از لحاظ انجینری این موضوع امکان نداره. بنابراین ما روی طرح بدیل از این کار کردیم که چی کار باید بکنیم که بتانیم هم شهر سیمایش و نمایش تغییر بدیم و در عین زمان مصارفی را که مردم کردن و همشهریان ما کردن خب خواسته یا ناخواسته و بس جدا از دوباره همشهریان ما متضرر نشن. آمدیم دو کار شهرداری کابل انجام دادن. یک برنامه ما روی دست داریم به نام تنظیم یا احیای مجدد زمین در ساحات غیر پلانی. ما ساحاتی که به صورت غیر پلانی یا غیر قانونی انکشاف پیدا کرده برای یک برنامه سنجیدیم که به اساس از این برنامه ما ساحات غیر پلانی را تبدیل میکنیم به ساحات پلانی، یعنی ساحات غیر قانونی را تبدیل میکنیم به ساحات قانونی. من میخوام به اساس مثالی را واضح بسازم چون یک مقدار موضوع تکنیکی است که به بیننده ها شاید یک مقدار درست درک کردن نتانند. طور مثال شما در نظر بگیرین یک ساحه غیر پلانی است در ناحیه 15 شهر کابل به صورت غیر پلانی و غیر قانونی انکشاف پیدا کرده. شهرداری کابل میره این ساحه را در این ساحه یک تعمیر جور میکنه در زمین خودش، مثلا 10 منزل یا 12 منزل. بعد یک قسمت ساحه که مردم در او سکونت داره او را هدف قرار میدن در حدودی که در این تعمیر گنجایشش داشته باشه که این مقدار نفوس ما ایجا انتقال بدیم. ای وقتی که انتقال داده شد خب طبیعی است خانه از اینا خالی میشه. بله. وقتی خالی شد این خانه ها تخریب میشه و وقتی که تخریب شد برای ازی یک پلان میسازه شهرداری کابل. دوباره به اساس پلان در این ساحات ما ساختمان های قانونی میسازیم.
وقتی که ساختمان قانونی ساخته شد این دو نفر داره برای ما، یک ساحه به صورت پلانی انکشاف پیدا میکنه و نمای شهر زیبا میشه. بله. دوم شما ببینید وقتی که ما شهر از حالت افقی تبدیل میکنیم به حالت عمودی، این طبیعی است که هم خدمات رساندنش برای ما آسان هست. یقینا. یک تعمیری که مثلا 12 منزل است، ما مثلا لاین برق یا آب یا تلفن بسیار کم ضرورت داریم نسبت به اینکه 12 منزل شما 12 خانه کنار هم به صورت افقی باشه. و در عین زمان طبیعی است که فضای سبز ایجاد میشه برای ما. مثلا یک کوچه که 45 خانه است، ما ایره میتونیم بسیار به سادگی در یک تعمیر بلند منزل فشرده در حدود 12 منزل جابجا بکنیم، بقیه ساعاتش برای فضای سبز استفاده شه، برای پارک استفاده شه، به ساعات خدماتی عام المنفعه استفاده شه. و در عین زمان ما از فروش آپارتمان هایی که در این تعمیر میشه، ما میتونیم که دیگه ساحات شهر کابل سبزسازی برایش ایجاد بکنیم، پارکینگ برایش ایجاد بکنیم. اینی یک برنامه ماست که برای ساحات غیر پلانی است که خوشبختانه پروژهش منظور شده و قرار در سال 2018 که امسال هستیم ما یک پروژه نمونوی را ما عملا شروع بکنیم. بسیار خوب، تشکر از شما جناب آقای افسری. با معذرت شما، شما اینجا قسم میکنیم، شما یک 10 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان. در خصوص ساخت و سازهای غیر قانونی صحبت میکردیم با جناب آقای افسری. امیدوارم هستم که تا این قسمت برنامه صحبت ها مورد پسند و کاربرد شما عزیزان قرار گرفته باشه. فعلا بفهمون یک میان برنامه ببینین و برگردیم. امروز عواملی همچون افزایش جمعیت، نبود سرپناه، امنیت، شرایط بهتر تحصیل، نبود زمینه کار و دست یافتن به یک زندگی مرفه باعث توسعه شهرها در اکثر کشورهای جهان گردیده است. از طرف دیگر دیده می شود که در ساخت و ساز بسیاری از شهرهای کشورهای توسعه نیافته مانند کابل، معیارهایی که برای ساختن یک شهر در سایر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در نظر گرفته می شود، در اینجا در نظر گرفته نمی شود که عدم رعایت معیارهای لازم در ساخت و ساز این شهرها مشکلاتی را به بار آورده است. و طبعا ساخت و سازهای هم که صورت میگیره در شهر کابل، بخش زیادیش در همین ساحات هست که خود ساحات از لحاظ جایگاه حقوقی و قانونی و ساختار شهری یک ساختار غیر پلانی را داره، و در عین حال ساخت و سازهایی هم که از سال 2001 عمدتا تا 2017 ما شاهد هستیم، بدون کدام طرح و نظارت مستقیم شهری اینها متاسفانه رشد کرده، پیامدهای بسیار زیادی را به وجود آورده. یک بخش عمدهش سرمایه گذاری های نامناسبی هست که در شهر انجام شده و با مشکلاتی که شهر داره، خصوصا در ساعات غیر پلانی، عدم دسترسی به سرک مناسب، آب آشامیدنی، محیط زیست سالم و فضاهای مناسب خدماتی، این ساخت و سازها عمدتا ساخت و سازهایی هست که نتایج نامطلوب زندگی شهری را به دنبال داشتن. این در حالی است که طراحی شهری بخش بسیار مهم و حساسی از هویت شهروندان یک شهر به شمار می رود. بدین معنا که چگونه می اندیشند، چه امکاناتی در دسترس داشتند و چه متخصصان نبوغ خود را ارائه دادند تا شهری که در آن زندگی می کنیم ساخته شده است. زمانی که این عوامل را کنار یک دیگر قرار می دهیم، سیمای شهر گویای فرهنگ و نگرش آن جامعه می باشد. حال سوالی که مطرح می‌گردد این که چرا شهر کابل از نظر طراحی شهری دچار مشکل شده است. می‌توانم بگم متاسفانه ما هر گونه طرح شهری که در کابل وجود داره از نقطه نظر طراحی شهری فاقد کدام نگاه طراحانه است. یعنی که ما شهر کابل را می‌توانیم بگیم که نزدیک به 100% هیچ گونه نگاه تخصصی در رابطه با طراحی و او معیارهای طراحی شهری را درش لحاظ نکردن متاسفانه، اما دارای طرح‌ها و پلان‌هایی از گذشته بوده که بخشی از این پلان‌ها از سابق وجود داشته، مثل ماستر پلان شهر کابل. از سوی هم وزارت شهرسازی و مسکن به عنوان یک نهاد تخصصی در عرصه ساختمان‌سازی در افغانستان تلاش می‌ورزد تا زمینه ساخت و ساز معیاری را در سراسر کشور فراهم سازد و از ساخت و سازهای غیر معیاری جلوگیری نماید. با توجه به این موضوع برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر معیاری چه اقداماتی شده است؟ در سالهای اخیر یک سری اقداماتی انجام شده، از جمله ای که طرح جامعه شهر کابل به صورت جد روی دست گرفته شد از طرف شهروالی کابل که اجرایی شود،
و همچنین چند طرح مختلف را من خبر دارم که از طرف شهروالی کابل تایید شده، از جمله نظارت و کنترل بر ساخت و سازها و معیاری سازی ساخت و سازها در ساعات غیرپلانی. اما تا مرحله اجرایی شدن و یا نظارت بر اجرای دقیق چنین طرحهایی ما فکر میکنم زمان زیادی لازم هست، یعنی که هنوز زود هست که ما ببینیم این طرحها نتیجه بخش باشه در سطح شهر کابل. اما یک سری اقدامهایی نسبتاً خوب هست که از طرف نهادهای مدیریتی شهری و خصوصا شهروالی کابل اینها طراحی شده. در سالهای اخیر کابل بیشتر شاهد ساخت و ساز بلند منزلها بوده است، بلند منزلهایی که بیشتر آنها خلاف قانون و به گونه غیر معیاری ساخته شده است. برخی از این بلند منزلها در ساحاتی که بر اساس قانون نباید در آن ساخت و ساز صورت بگیرد ساخته شده است. اما یا راه حل نهایی برای بیرون رفت و پیشگیری از این ساخت و سازها وجود دارد یا خیر؟ خوش آمدیم به ادامه برنامه روی خط زندگی. شما عزیزان بیننده برنامه هستیم به صورت زنده و مستقیم و موضوعی که پیرامونش بحث میکردیم بحث ساخت و سازهای غیر قانونی در شهر کابل بود و در خدمت جناب آقای افسری هستیم. جناب آقای افسری، قبل از میان برنامه در خصوص طرح و بدیل ساخت و سازهای غیر قانونی که در گذشته صورت گرفته صحبت میکردیم، ادامه صحبت ها را از شما میشنویم. تشکر. قسمت قبلی که صحبت کردیم در مورد ساحات غیر پلانی بود. بله. خب قسمی که قبلا گفتم متاسفانه در ساحات پلانی هم، یعنی ساحاتی که ما نقشه داریم، عملا در این بعضی تخلفات ساختمانی در گذشته صورت گرفته. به این مشکل ما رسیدگی کردیم که یک طرز العمل ساختیم به نام طرز العمل معیاری و ارزیابی ساختمان ها. و این طرز العمل در کابینه به تاریخ 31 ماه جوزای سال 1396 تصویب شد و مریول اجرا هست. به اساس این طرز العمل ما ساختمان هایی را که قبلا ساخته شده ارزیابی میکنیم. ارزیابی ما 4 شاخص داره که شاخص انجینری هست، شاخص مهندسی هست، شاخص حفاظت ایمنی یا حفاظت ایمنی خود ساختمان هست و بعد اخیرا شاخص از لحاظ تکنیکی آبرسانی که به نام کانالیزاسیون برش میگن. بر اساس 4 شاخصی ارزیابی میشن. در صورتی که بعد از ارزیابی ما که ارزیابی را تعداد متخصصین انجام میده، بعد از ارزیابی ما به 3 رنگی کاتگوری میشه ساختمان ها. ساختمان هایی که به رنگ سبز بعد از ارزیابی تشخیص داده شوند، این ساختمان ها به این معنی است که ساختمان هایی هستند که معیاری بوده و از لحاظ کیفیت ساختمان هایی هستند که مشکل ندارن. بر از اینا ما یک سند بهره برداری میتیم و بعد از اینکه یک مقدار جریمه را تحویل حساب دولت میکنن، این ساختمان ها عملا تبدیل میشن به ساختمان های قانونی. دوم رنگ نارنجی هست. ساختمان هایی که به رنگ نارنجی بعد از ارزیابی تشخیص داده شوند، به این معنی است که اینا نیاز به بعضی تغییرات دارند، یعنی بعضی اصلاحات باید بیارند که وقتی که اصلاحات آورده شد این ساختمان ها هم تبدیل میشن به ساختمان های قانونی. بله. و سوم ساختمان هایی هستند که اینا به رنگ سرخ تشخیص داده میشن و این ساختمان ها به این معنی هستند که این ساختمان ها تهدید برای مردم هست، تهدید برای همشهریان ما هست و اینا باید که تخریب شوند. در اینمی دو قسمت ما کار کردیم که امیدوار هستیم که برنامه‌ای که ما داریم شاید حدود 2 یا 3 ماه بعد کار ارزیابی ساختمان ها در همانگی با وزارت شهرسازی و متخصصین افغانی شروع شد و مشکلاتی که ما داشتیم مشکلات حل کرده بود. این ارزیابی که شما اشاره کردین عملا شده؟ بس ای که شما مثلا رنگ گذاری میکنین بر حسب معیارهایی که در نظر گرفتین؟ عملا شروع نشده، اما طرح و پلان و برنامه گپاش خلاص شده. این تصویبم شده از کابینه. ما روی تشکیل از این کار میکنیم، چون طبعا یک تشکیل کار داره که یک تعداد افراد بیان اینو بر ارزیابی بکنن. بله. روی تشکیل از این کار میکنیم و در عین زمان ما از استر محکمه و روی سارنولی بعد در یک کمیته یا ارزیابی میکنن ما نماینده داشته باشیم، چون ما در ساختمان هایی میریم که اون ساختمان ها به بهره برداری سپرده شده و عملا فامیلا در اونجا زندگی میکنن، بنان بدون حضور داشت سارنوال یا قاضی. بله. کار امکان نداره. طرح و برنامه تمامش خلاص شده، حدود 1.5 سال بالای از این ما کار کردیم و صرف مانده که ما بریم به مرحله اجرا که تشکیلات ساخته شد و ما اجرا شروع شد. این رنگگذاری که شما اشاره کردین یعنی در واقع یک کارتی هست که شما میتونین به او صاحب ساختمان که متوجه خود
کیفیت یا بحث معیاری و غیر معیاری یا قانونی و غیر قانونی بودن ساختمان شاید یا نه؟ دقیقا نمیتونید چیز هست. بسیار خب. در خصوص این میخواییم صحبت بکنیم. خب این ساختمان های غیر قانونی یا غیر معیاری متاسفانه در افغانستان وجود داره با فیصدی خیلی بالا. چه مشکلاتی را ممکن است برای مردم یا برای جامعه یا برای خود افراد که صاحب اون ساختمان هستن ایجاد بکنن؟ بسیار خوب. ساختمان‌های غیر قانونی یا ساختساز غیر قانونی مشکلات متعددی به بار میاره که من میخوام روی چند موردی که یا چند شاخصی که از جمله عمده‌ترین شاخص‌ها است اشاره بکنم. بحث اول از بین رفتن یا کاهش فضای سبز هست. ما وقتی که ساحات رایشی داریم مطابق مقرر ماستر پلان در ساحات رایشی وقتی شما ساختساز میکنید 50% زمینی را که شما مالکش هستین باید ساختمان بسازین و 50% بقیه زیر ساحه آزاد و فضای سبز در نظر بگیرید. وقتی که فضای سبز کاهش پیدا میکنه طبیعی است که بالای محیط زیست تاثیر داره، بالای آلودگی هوا در سطح شهر کابل تاثیر مستقیم داره. مشکل دیگری که ایجاد میکنه مشکل ازدحام هست. شما تصور بکنید یک زمینی که توزیع شده برای رهایش یا بودباش یک فامیل، یک کسی میاد ایره یک بلند منزل میسازه و داوجا استفاده میشه مثلا 20 فامیل. خب طبیعی از 20 فامیل 20 تر آدم اتر داره. یک ساحه که برای سرک برای پیاده رو باید استفاده شوه از طرف بله. شب شما وجود ببینید که موترها پارک شدن و فامیل ها از استفاده میکنه. بله. دیگه مشکلی که هست مشکل از بین رفتن نظم شهری هست. از لحاظ مهندسی شهر تعریف خاص خود داره. یعنی ساحات باید تفکیک شون از یکدیگر. ساحه رهایشی تعداد منازلش معلوم است که 4 منزل. اگر شما تصور بکنید یک ساحه که همگی 4 منزل ساختن یک کسی می 7 منزل میسازه نظم شهری را از بین میبره. نمای بسیار بد داره سر سر ذهن و روان ساکنین هم بسیار تاثیر منفی داره. مشکل دیگه که دارم مشکل کاهش آبای تحت الارضی هست. من قبلا هم گفتم یک زمینی که توزیع شده برای رهایش یک فامیل اینا استفاده میکنن از آب مثال دولتی که به اصطلاح به نام آب نل برش میگن یا از چاهای عمیقی که اینا کندن کاری میکنن. حالا اگر برای مصرف یک فامیل اینا ضرورت داشته باشن که 50 تا 70 متر یک چاه کندن کاری بکنن، طبیعی است برای مصرف 15 یا 20 فامیل اینا ضرورت دارن که تا 200 متر این ساحه را برای استفاده آبشان کندن کاری بکنن به خاطر آب آشامیدنیشان که این ساختمان های غیر قانونی تاثیر مستقیم داره بالای کاهش آبهای تحت الارضی، آبهایی که در آبهای شیرین و شربی که در زمین در کابل موجود است. این همی از جمله عوامل بسیار عمده و مهمی است که ساختمان های غیر قانونی ضررش و یا زیانش برای همشهریان ما میرسه. و یک بحث دیگه هم که بحث مهم است میخوام بگم که ما فضل خداوند مسلمان هستیم و رعایت سطر شرعی هم در قانون مدنی افغانستان آمده و هم بر ما یکی از دغدغه های اساسی زندگی ما هست. ما وقتی که یک همسایه ما مثلا ساختمان خود غیر قانونی بلند میکنه طبیعی است که حولی که برای ما یک حفاظ هست او را تحت تاثیر قرار داده قرار میده زیر نظرشان است و طبیعی است دو ساختمان شاید افراد مختلفی رفت آمد بکنند، کسایی که برای ما از لحاظ دین اسلام یعنی جایز نیست بله. که حولی ما را ببینند و این مسائلی است که متاسفانه در نظر گرفته شده متاسفانه نمیشه. این از جمله زیانایی است که شما سوال کنید. بله. آیا همچین طرح و برنامه‌ای داریم از طرف شهرداری که شناسایی بکنند بعضی ساحه‌ها مثلا اجازه داشته که تا 7 منزل ساخته شد، بعضی قسمت ها شناسایی شد چون مثلا زلزله خیز است یا سیل قرار هست به سمت طرفه سایه که خطرناک احساس میشه. آیا همچین طرحی وجود داره که برای ساکن اون منطقه گزارش داده شده که مثلا شما مثلا از فلان حد حق ندارین که بلندتر بسازین یا نه؟ 100% موضوع ما در نظر گرفتیم به شهرداری کابل. بله. ما میخوایم به مثال واضح بسازیم مثلا ساحات وزیر اکبر خان از 2 منزل ما اضافه تر اجازه نمیدیم. مثلا در ساحات کارت 4 و کارت 3 ما 4 منزل معین یک تکه که 5 منزل میشه بگیم اجازه میدیم. مثلا سرک دالمان که منتهی میشه به قصد دالمان ایره ما رویش کار داریم
در اطراف از این سرک به فاصله 200 متر بلند منزل های تا حدود 30 منزل 25 منزل ما در نظر گرفتیم. این ساحات مشخص است، واضح است، در ماستر پلان و تعریف خود داره. بسیار خوب. فرصت کوتاه از جناب آقای افضلی در حدود 1.5 الی 2 دقیقه. یک صحبتشم در خصوصی که خود بحث شهرداری چه طرح‌ها و برنامه‌ای را برای تنظیم و زیبایی خود شهر از لحاظ ساخت و سازها در نظر دارم و این که کارکردهایی که تا فعلا انجام داده چقدر نتیجه بخش و رضایت بخش بوده. تشکر. کوتاه اگه بگیم در قسمت نماهای ساختمان ما کار داریم که ما بتوانیم نماهای تیپیک برای ساخت و سازهای آینده خود داشته باشیم، یعنی نماهای همگون. این وقت شما زمان در یک کوچه داخل میشین نماهای مختلف نبینید، مثلا بله. کسی نمای سبک رومی استفاده میکنه، کسی نمای اسلامی استفاده میکنه، یکی شرقی یکی غربی، یک فضای ناهمگون ایجاد میکنه. بله. در یک قسمت ما کار داریم که بتونیم که فضا را همگون بسازیم، در عین زمان روی ازی کار داریم که چطور بتونیم که تعداد طبقات در عین طبقه در نظر بگیریم، که یک ساحت 4 منزل وقتی میگیم 4 منزل باید باشه. و در اخیر من یک پیام برای همشهریان عزیز دارم که یک مقوله از شهر سازی میگه شهر خوب شهروند خوب میسازد. یقینا بله، این شهروند است که در واقع در این شهر زندگی میکنه و در واقع کار کرد و فعالیت های خودش در شهر به نمایش میذاره. و باید نگفته نمونه که خود فضای شهر یا نمای شهر در واقع بیانگر فرهنگ و عرف ما میتونه باشه. هر چقدر که زیباتر باشه در واقع فرهنگ خود ما رو زیباتر میتونه به دیگران معرفی بکنیم. تشکر میکنم شما جناب افضلی، از صحبتتون استفاده کردیم. تشکر که قبول زحمت کردیم. تشکر از شما، برنامه بسیار عالی و زیبا بود. ان شاء الله بازم فرصت شه بیام خدمت همشهریان خود. سلامت باشین. از حضور شما مرخص میشیم. پا نگهدارتون.